دلته چې کوم انځورګری شوی آثار خوندی دي ډېری ابستراکه هغه دي او انځورګران په دې هڅه کې دي چې ډېری نوي انځورګری شوی آثار وړاندې کړي بازار ورته پیدا کړي او مینوال ورته راجلب کړي. تاجرای ما وقتی میخواین یک تعمیری را دیزاین بکنن همیشه تابلوهای چینایی رو خریداری میکنن. من فکر میکنم که بسیار این بد هست برای ما وقتی که ما 60 هنرمند بانو در عرصه هنرهای معاصر داریم ولی ما محتاج آثار غیر هنری چینایی باشیم که اونا بیشتر کیفیت هم ندارن و کاپی هستن. ما اینی فرهنگ میخواییم ایجاد بکنیم. خریدن یک تابلو میتونه کمک زیادی به هنرمندای ما بکنم. ما در قبال آثار هنرمندا را که معرفی میکنیم برایشان به فروش هم میرسانیم، از نظر معنوی با معرفی اونها و از نظر مالی با فروش آثار اونا رو میخواییم حمایت بکنیم. جامعه ما جامعه هست که همه ادعا دارن که هنر را دوست دارن، همه موسیقی را دوست دارن، ولی زمانیش که میرسه هنرمند کسی دوست نداره. متاسفانه هنرمند دستش خالی هست، کمکش نمیکنه. هنرمند ما یا مجبور است هنر را ترک کنه یا افغانستان را ترک کنه. اینها همه نشان میده که جامعه ما بسیار فاصله داره با اینکه فرهنگش ترمیم کنه. در نمایشگاه های زیاد شرکت کردیم. در جریان 15 سال فعالیت های هنری خود نمایشگاه داخلی بده بیرونی بده آثار من. اگر من بگویم که در حدود 95% آثار من فروخته شده و من فعلا در حدود آثار که شما میبینیم اینجا و یک مقدار آثار دیگام که من در خانه دارم و در اینجا هست که در آینده ها ما میخواییم تک نمایشگاه فردی کار کنم که تنها خورم باشم. ما آثار با فروشم میمانیم چون ما خواستیم یک پل اعتباط باشیم بین هنرمند و مردم و ما کوشش میکنیم که آثار هنرمند ها که دیگه به نمایش مانده میشه فروختام شود. تم حال په پلازمینه کابل سربیره په دیر لس ویلاتونو کې ملي ګالری موجود دي. دا ویلاتونو په ګالریو کې د همه غوسیمو د هنرمندانو آثار ایښودل کیږي. خو په خصوصي برخه کې د لومړنی ګام دی چې پورته شوی او کیدای شي له دې لارې د ګالریو په برخه کې توجه زیاته شي، هنرپالنې ته خلک وهڅول شي. یک گالری ملی تنها به تمام افغانستان یا تمام کابل رسیدگی نمیتونه و ما ضرورت داریم به گالری های شخصی و همچنان بعض گالری ها متا گالری ملی شاید یک سلسله مشکلات نمیتونه بگیم، شاید یک سلسله قوانین مقررات داشته باشه که نتونه رقم کار اونجا نمایش بده، چرا که دولتی است و یعنی تو اگر اندازه مربوط به دولت بشه نمیتونه که رقم کار نشون بده. اما گالری های شخصی میتونه که هنرمندای مختلف دعوت کنه و یک زمینه بسیار خوب برای ایجاد ارتباط بین هنرمندای داخل خارج و میبینیم در دیگه کشورهای دنیا که هست که یعنی بزرگترین رول را که داره این گالری ها داره که تا مثلا یگان آثار است که به میلیون ها دلار در یک گالری فروخته میشه. بسیاری از گالری هاست که تا یک سال او ریزرف است، یعنی بسیار رول داره برای هنرمند، برای کارهایی که یک هنرمند میکنه و برای هنر بخصوص در خود یک مملکت و رشد هنر و از بلند بودن سطح هنر بسیار مهم است.
تفاوتی که یک گالری با نگارستان ملی داره ای است که نگارستان ملی یک نگارستان دولتی هست و بیشتر آثار کلاسیک به نمایش می‌گذارند. چیزی که ما می‌بینیم آثار بسیار قدیمی هست، ولی این گالری اولین گالری غیر انتفاعی در سطح افغانستان است و کوشش می‌کنیم که بیشتر ما هنر معاصر معرفی بکنیم. اما طور که همه علوم مدرن میشه، معاصر میشه، هنر هم همونطور هست، مثلا هنرهای ترسیمی و تجسمی. تا کنون مردم افغانستان ما در مورد هنر به نام انستالیشن هیچ خبر ندارن، فکر میکنن انستالیشن فقط در کامپیوتر هست، ولی ما میخواییم رو معرفی بکنیم. ما میخواییم فیلم های مفهومی رو معرفی کنیم. از آثاری داریم از دختران و بچه ها میخواییم رو به نمایش بگذاریم و عکاسی مدرن است. حتما در یک از اتاقات دیدن که یک تصویر یک خانم بود که نشان بیانش بود که سیاست بس است. یعنی او سیاست مفهومی که در افغانستان داره مفهوم همراه با فریب و حیله است، ولی سیاست واقعی علمی نیست. ما میخواییم برعکس نگارستان ملی، میخواییم هنر معاصر به جامعه معرفی بکنیم و ای که یکی از آرزوهای ما، یکی از خوابهای مایی است که در سایر ولایاتی شمامه را داشته باشم، شاید بسیار دور باشن، ولی ما امیدی را دارم با توجه به استقبالی که شد ما بتانیم در یک سال آینده در 7 ولایت دیگه ما بتانیم شمامه را داشته باشم. ما در عکاسی چندین نوع عکاسی داریم، مثلا عکاسی مفهومی است، عکاسی معاصر است، عکاسی مدرن است، عکاسی مستند است، انواع و اقسام عکاسی است. البته یک سال هم تقریبا مدرن گفتیم شو همچنان معاصر. معاصر خواهد بگیم از دو لحاظ، یکی از لحاظ مانای زمانی و مکانیش که در امروز یه آثار که تولید میشه کلش معاصر است و چون به میز وقت زمان تولید شده و اینجور شده، و از دیگر نگاه معاصر بگیم که یک مفهوم نو، یک کار نو، یک دید نو، یک موضوع برمی شه. من معاصر کار میکنم و من بیشتر مفهوم مهم است تا زیبایی. من بیشتر میخواهی داخل خود مفهوم بیان کنم و مخاطب خود. ها و نقاشی هایی هستن اینجا که در گالری جا به جا شدن، از چیزهای بسیار عادی و ساده کار گرفته شدن منطقه نو هستن. کاک چرا از این کار گرفتیم؟ چی خوبیه دارن؟ چی؟ خب یکی، خب وقتی که ما نوآوری میگیم یا اینکه مثلا ما همیشه تنوع رو در زندگی خود قبول داریم، مثلا ما تنوع رو در کالا پوشیدن هر روز خوش دارم، هر روز یک رنگ کالا نمیپوشم، همیشه در زندگی یک رنگ غذا نمیخورم، همیشه یعنی یک جای نمیرم، همیشه ما در زندگی خود تنوع را قبول داریم، پس چرا ما در بخش هنر در دیگه کار زندگی خود تنوع را قبول نکنیم؟ یعنی به نظر من شخصا ضرور نیست که همیشه یک عکس باید یک قاب بسیار زخیم کندنکاری بسیار لوکس داشته باشه. میتونه که یک عکس از بسیار چیز ساده، یک چیز متفاوت وقتی که بینندگان ببینه فکر کنه او یک استفاده بسیار اعظمی از یک چیزی که اصلا تصورش نمیشه. و ما هم خواستیم یک چیزی نوآوری کنیم، یک چیزی متفاوتر. چرا همیشه ما باید عکس در قاب ببینیم؟ بیاییم یک چیزی متفاوتر ببینیم. انځورونه د یو هیواد د وګړو ژوند تمثیلوي. د هغه هیواد په اړه معلومات وړاندې کوي. په ټوله کې دا ګالری یو ورزښت په دې کې دی چې خلک د هغو هیوادونو له تیرو کلتورونو، د بشریت د لاسي نښانو او هنرونو سره آشنا کړي. شمامه ګالری په یو اپارتمان کې فعالیت کوي، خو د ګالری لپاره ځکه مناسب نه برېښي چې ځای تنگ او هغه ډول امکانات نه دي برابر شوي چې اوس یې د هنر مینوال تمه لري.